تا کی ادامه داره؟ چی؟ اخم و تخمت، تو خودت بودن، اسم حرف نزدن هیچ کدوم اینه که گفتی نیست. خب حرف بزن. چی بگم؟ چه میدونم، یه چیزی بگو دیگه. به سلامت، خوش آمدید. خدا حافظ شو. سلام آقای فرتن، قبول به سلامت، قبول حق باشی. قبول باشی. خدا حافظ. به سلامت خوش آمدید. چیه؟ قنبرک زدی؟ تو فکر رسولم. ببین به کجا رسیده که از هیئت امام حسین میگذره. هیچ معلوم نیست ثواب موندن تو بیشتر از رفتن رسول باشه. معلوم نیست. گور بابای منو ثواب کردنم. من میگم عزای محرم. عزا؟ محرم هم یه ماهی مثل بقیه ماهای خدا. اگه شد محرم سرفصل نیست. شما هم خودت سرش داد کشیدی، چون خطا کرد. بوی خطا کردنش همه جا پیچیده. از اول باید کارو باش یه سره میکردم، ولی گفتم روم تو روش وا نشه. ولی اگه بخواد ادامه بده به همین امام حسین قسم. همین امام حسین که قسمش میخوری؟ از 10 روز محرم 9 روز جو حرف زد و نصیحت کرد، 1 روز جو جنگید، 1 روز حرف زد که هر شد هر. آره، به خاطر همینم تو همین مدت همه رفتن، فقط موندن 72 نفر. چون خودش خواست که برن. بران که محرم بدهکار کسایی که دلشون نبود نشه. از صلاح خدا هر چی بگی برمیاد. پاشو اکوستی ماشو جمع کن که زیر دستبانمونو باز خراب شه. انتخاب کردیم صداتون کاش. قرار بود ما بریم پیش شاهرخ، ولی قرار نبود شام مهمون شاهرخ باشیم. گشنه بریم؟ انتخاب کن. من گشنم نیست. تو امشب پیش برادر زنت بودی نه؟ چیه؟ به سیخ کشیدنت؟ بسه، باشه؟ باشه، هرچی تو بگی. دو تا باقالی پلو برای جفتمون. بله؟ این جایی که بعد نشستم امن‌ترین جای دنیاست. خبری از گلهای گلخونه ای نیست. لایه اوزان بالای سر سالمه، وسط گل، درخت، دزی که باغبونی که توی کیوس خوابیده. تنهایی نمیگی سرما میخوری؟ اونقدر بزرگ شدم که از پس خودم بر بیام و تنهایی بیام پارک. چرا هیچ وقت تو خونت با من قرار نمیذاری؟ پرده های زندگی من کشیده شده از پسر جون. تو کجا و اسم و آدرس من کجا؟ نگران نیستی که شاید فرشته اسم و آدرس خونتو بهم بده؟ فرشته؟ اومدی و خونم رو یاد گرفتی، میخوای زنگشو بزنی و فرار کنی؟ این پولتی که من دنبالشم. من اومدم مسابقه بدم، اومدم قیمت هم بگم، اومدم بگم که کن. این ضیافت رو من میخوام بچینم. بذار اول دعوتت کنم بعد بگو سر سفرت چی داری. دفعه پیش مگه اون ستا گردن کلوفتی که فرستادی دنبالم کارت دعوتت نبودن؟ کارت دعوت دیگه گرفتم. تو چه حساسی؟ هنوز یادته؟ یادته که میگی؟ من آدمایی رو دوست دارم که حرف آخر رو اول بزنن. من هستم، همه جوره هستم به شرطی که برام بسرفه.
من شرط میبندم. رو چی و چقدر به خودم مربوطه. اینی که به تو چی بدم اونم به خودم مربوطه. این همه قوانین برای سرگرمی؟ به شرط بندی؟ فرشته همشو برات تعریف نکرده. خب شما تعریف کن، گرچه زیاد فرقی هم نمی کنه. کم باشه من نیستم، پولو میگم. تو برنده ای، خوب ببند، خوب به من پول بده. حرف آخر رو همون اولش میزنم، 500 میلیون تومان. تومان چون میخوام اینجا خرجش کنم، نه دلار، که نمیخوام اونور خرجش کنم. آها، پس حرف آخر رو اول زدن اینجوریه. بچه تو تا حالا دعوست اسکلاس شمردی که حرف از 500 میلیون میزنی؟ نه نشمردم، ولی حرف از 500 میلیون میزنم که بشمرم. 200 میلیون بابت شرطی که هنوز نمیدونی مبلغ چقدره. فکر کنم کافیه. نه من نمیدونم رو چه رقمی داری شرط بندی میکنی، ولی اگه قرار اسب بشم و روم شرط ببندم قیمتمو میخوام. من از کار خودم خبر دارم. اگه قراره تو به من احترام بذاری اول باید خودم به خودم احترام بذارم. رقم همونی که گفتم. برم یا واسم؟ یک کلامی؟ یک کلام. پول برای من خیلی هم مهم نیست، مهم اینه که کسی برام شاخ نشه. من و تو توی استبل زندگی نمی کنیم که شاخمون به هم گیر کنه. باش حرف زدی؟ آره. خب رسول به جایی وایستاده، زیر سرش بلند شده. آره فروتن همش میگه صبر، حوصله، فرصت، ولی فائزه من دیگه عقلم جای قد نمیده. ولی من عقلم میرسه، نمیذارم رسول خم کنه منو کمر آقا جونمو. صبر، انگار داری میون آتیش گر میگیری و بهت میگن صبر کن که شاید این آتیش هم بشه گلستان ابراهیم و معجزه خدا. نداداشتا، اقلا تو این گلستان بلبلی نمیخونه، پر از کلاغه. من حق دختر بودنمو، حق آبرودار بودنم و از رسول میگیرم. وایسا تماشا کن، را بیافریم دم خونه رسول. اینا تو اگه کار داری من خودم میتونم برم. آروم باش میریم. حریفام کیان؟ این چه جور شرط بندی که انقدر زود فراهمه؟ یعنی چی؟ اون کارش شرط بندیه. این رفقاش چه جوری میخوام برام حریف پیدا کنم؟ بوکسور، اونم توی شرط بندی گنده. Thank you.
کیه؟ سلام مادر، مجبور شدم بیدارت کنم. پشت در انداختی؟ آره انداختم. و بی زحمت واکن. بابات که مرد فکر میکردم تنهایی چی کار کنم، تا یادم افتاد به پسرام رحیم و رسول. رحیم که رفت امیدم به رسول بود. شاید قسمت من اینه که بچه‌ام یک ناغافل بمیرن. خب ما که زنده ایم و در خدمت هاچ خانم. تو در خدمت شیطونی که خون کردی چش و دل فایزه رو. بی حیایی که زن و مرد نداره، آدم به آدم بودنش زنده است. آدم و حیوان وقتی شکل هم نیستن که حیا فرقشون باشه. چی شده؟ برو رسول، یکی از همین شبو عاقد میکنم. فایزه تو خونه گریه میکرد و برادرش بیرون. ول کن مادر، این حرف از شما فهمت بعیده. نمیدونم، یه جایی تو تربیت تو اشتباه رفتم که امروز روز تو داری راه اشتباه میری. مادر، مادر در رو باز کن. کجا داداش؟ میخوام یه سرش کنم. چی رو؟ تو به خودت چنگ داری یا راهی که توش افتادی؟ فکر نکن چون مردی خودت لوس کنی ها، میزنم تو گوشت. آروم باش، اینجوری شماره رو اشتباه میگیری ها. الو، ببخشید. میخندی؟ اینجوری یک سرش میکنم. الو، رسولم. نپرس، فقط بیا. آره همون جای همیشگی. یادم بنداز فردا صبح اول وقت برگه اضافه کاریمو رد کنم. ساعت 12 شب رفیق. من دیگه نیستم. بریدم. همه از من بریدن و من از بازیه که تو درآوردی. اگه تو اون رستوران لکه‌ای هست، خب برو بگیر، ببند، ببر. این بازی رو تمومش کن. بگیرم و ببندم و ببرم. که چی؟ دستمون به چی بنده؟ به چی؟ به همین مقصود که قیبش زده و خونوادش دنبالشم. به مرگ رحیم. تو که نمیخوای باور کنم اون جسد بالای دار قاتل برادرمه. من فقط میخواستم فرشته باورش بشه. فرشته؟ فرشته قاتل رحیمه؟ گفتم فرشته قاتل برادرمه؟ روز اول توی مسجد بهت گفتم برو توی پیتزا فروشی فرشته ببین چه خبره، ولی تو هنوز هیچ خبری نیاوردی. خبر رو دادم. یه فرشته بدبختی که تو انبار کاه دنبال سوزن میگرده، دنبال خوشبختی، دنبال آرزوهای ماسیدهش. با یه سری مسابقات بوکس زیرزمینی که راه انداختم همه اینا رو گفتم. نگفتم؟ نه، اطلاعاتت به درد نمیخوره. منی که قاطی اونا نیستم و از دور مواظبشونم، اطلاعاتم بیشتر از توه. میدونی اونا قاچاق فروش هستن؟ میدونی شیشتا مثل شاروخ آدم گندهی به اسم عباد بالا سرشونه؟ میدونی کراک مملکت رو اونا دارن توضیح میکنن؟ کراک؟ مواد؟ مدتیه میشناسیمشون، حواسمون بهشون هست. خب اگه حواستون بهشون هست چرا دستگیرشون نمیکنی؟ دارن راست راست میچرخن.
سوالم جواب نداره؟ قصه داره. خوشحال بودیم که مرزا رو سفت و سخت بستیم، عرصه بهشون تنگ شده، دیگه نمیتونن مواد وارد مملکت کنن. تا اینکه خبر رسید دارن رنگ عوض میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی دیدن که مرزا رو پدر مادر دار بستیم، به این فکر افتادن مواد اولیه کراک رو وارد کنن. بی بو، بی رنگ، بی درد سر، مثل آب تو همین قوطی های آب میوه خارجی. خب به هر حال تونستیم یه پارتی از این مواد اولیه رو که در واقع یه ماکت بود از محموله بزرگی که تو راه بود بگیریم. رسیدیم به شاهرخ و عباد و چند تایی دیگه. گفتم تو رو بفرستم توی اونا از طریق شاهرخ، اون زنه فرشته. که به چی برسی؟ حالا دیگه وقتشه که تو هم بدون. چی رو سر گرد؟ گفتم قراره به چی برسی؟ به روز و مکان وارد شدن اون محموله اصلی، اونم از طریق سرک کشیدن های تو. این محموله یعنی مصرف 4 ماهه این مملکت. میدونی یعنی چی؟ به من چه سر گرد؟ منو فرستادی قاطی اونا به بهانه خون برادرم؟ همه خونوادم رو به هم ریختی که به اون محموله برسی؟ نه دیگه، یعنی جرزنی. قرار شد فقط به قاتل برادرم برسی. نمیشه همزمان دنبال جفتشون باشیم؟ بچه گول نزن سرگرد. نه من دیگه نیستم. مالیات میدیم که پلیس کار کنه. این که میگی به تو مربوط نیست و اصلا قبول ندارم. یه برگ توی این مملکت جا به جا بشه به هممون مربوط میشه. من بهت نمیگم چی کار بکن چی کار نکن، فقط بهت میگم اگه رحیم کشته شده، اگه هم کلاسیشو با بمب اعدام کردن، سر دغدغه امروز پلیس بوده. رحیم نخواسته مملکت با چند میلیون معتاد رو به مرگ مواجه بشه. حالا تو میتونی بری شکایت بکنی که بریزید قاتل برادرمو دستگیر کنی، چلوغش کنی. آره تو راست میگی، مردم مالیات میدن که پلیس براشون کار بکنه. پلیس قاتل برادرتو دستگیر میکنه اگه بخوای همین الان. منتها ما اون محموله رو از دست میدیم و قبر اون چند میلیون معتاد کنده میشه. حالا تصمیم با خودته. اگه ادامه بدی ما بهت میگیم چیکار بکن چیکار نکن، اگرم ادامه ندی پلیس هیچ طلبی ازت نداره. کجا؟ هیچی داداش دارم میرم دیگه، نمیتونم رحیم. قاتلتم پیدا کردم دیگه، بقیهش به من. تو چه؟ چی میگی تو با اون چشات؟ خسته نباشی. سلام علیکم. باش اگه قراره با شما همکاری کنم، اونم تا آخرش باید زنم بدونه. زنت بفهمه که چی بشه؟ که مثلا آروم بشه؟ که بفهمه پلیس خواسته دور بره فرشته باشی؟ آروم بشه بعدش بگه خب مادر رسولم آروم کنیم، به اونم بگه، بعدش هم به پدر مادر خودش. اون وقت همه اهالی محل بفهمن. میگم چطور اصلا یه آگهی بدیم توی روزنامه ها؟
شدنی نیست. ولی من دارم اذیت میشم. تقصیر خودته. چرا باید همه بفهمن؟ ما که هر وقت گندش خواست در بیاد خودمون رو رسوندیم. اون ایست بازرسی یادته؟ اگه بی سیم ما نبود دستگیرتون کرده بودن. خودت بندو آب دادی. الانم با این قرارای وقت و بی وقتت با من داری بند خیلی چیزای دیگر رو آب میدی. شاروخ یه قاچاقچی معمولی نیست. اون حواسش به همه چی هست. حواست به رفتارت به آفرشته باشه. اون نباید بفهمه. از قتل برادرت چیزی بهش نگو. هیچی. وگرنه مرغ از قفس پریده. بریم. محرم شده تو ترک دیار کردی؟ تو شهر دیارم محرم هست، ولی اینجا تو هیئت شب خوابیدنش، دیدن تو، فروتن، حسین، خواب عکس بابات، رحیم که داغم رو تازه کرد. حالم خیلی بده بابا الفت. خوب جای اومدی بابا، خوب جای اومدی. خونه امام حسین دوای هر دردیه بابا. تنهایی رو چیکار کنم؟ قدرشو بدون بابا، قدرشو بدون بابا. قربونت برم. دست درد نکنه. خب بابا الفت، با زندگی چی کار میکنی؟ سنگام و باهش واکندم. گفتم زورم با مکی رفتن که نمیرسه. یه کربلا از زندگی طلبکارم. بعدم سوم و هفتم و مسلمونوار مردن و هرچی خودش صلاح دانست. ای بابا، تو هم دیگه حوصله زندگی کردن رو نداری؟ حوصله زندگی کردن ندارم. زیر علم امام حسین سینه بزنی و عشق به زندگی نداشته باشی؟ حواس امام حسینم زیاد پی زندگی نبود، واسه همین جونش رو گذاشت کف دستش و رفت کربلا. جونش کف دستش نبود، یک عالم شوق بود و زندگی واسه زن و بچهش، واسه این مردم، واسه دین خدا. فکر کردی هم ما عاشق زندگی زن بچه‌مون هستیم؟ امام حسین رفت زندگی کنه، خدا صدای زد، حسین شهید شد. میخوام تو عالم عالمه مندگار بمونی زنده. میخوام از نو هم بیشتر عمر کنی. صداها رو میشنوی؟ توی شهر
صدای زنده بودنش. همیشه میگفتی ای کاش اولاد داشتم. ازدواج سنت خدا و رسولشه، حالا قسمت ما نشده، هر چی صلاح اونه. جدی دلم میخواست اولاد میداشتم. یه پچ پچوی دور برت میچرخه. نه نمیخواد بگی. اگه این پچ پچا زور داشت و درست بود، دم ازون صبحی خونه امام حسین پیدات نمیشد. فروتن با این پچ پچات قاطی نکن. 28 ساله که من اونو میشناسم. اونم دیگه مهربون نیست. نمازت خوندی؟ همینجا بگیر بخواب. آشناها رو نبینی بهتره. چپ چپ نگاه کردنشون، اخم و تخمشون گول میزنه آدمو. آدم قصه دار میشه. فکرت میره دنبال ای که دوستات شدن دشمنات. دوستای چند ساله دشمن دو روزه. ولی مهربون میشن. به فروتن بگو کارش دارم، نمیخوام این برا بیام. خودت هم گفتی نیا. سلام. خدا رحمتش کنه. بابا الفت میگفت شما با بقیه فرق داری. منم میگم فرق داری، ولی نخواه که توضیح بدم. تمام این ناسوابی هایی که تو ذهنتون هست درست نیست. باشه قبول. میگی میخوای یه کاری بکنی که ثوابه، ولی نمیتونی بگی. حالا اینه قبول کنیم. دومیشو چی؟ میگی میخوای توی شرط بندی مشت بزنی. این یکی رو صبر کردی، بهش فکر کردی، سرک توش کشیدی، کند و کاف کردی که ببینی خوبه بده. شرط اسمش ذاتش حرومه. شرط بستن تو ماه محرم خدا، نه این دیگه بدتره، نه جور در نمیاد. در میاد. به اسمش چی کار داری؟ من باید تمرین کنم، لازم دارم به وجودتون. مربی خودتو بسپر دست من. وقتی خدا هست چرا خودم بسپرم دست تو؟ بس به همون خدا بام را بیا. من دیگه اینقدر جوان نیستم که اگر همراهت اومدم و خطا کردم فرصت داشته باشم که توبه کنم. نه، من راه روشن میرم. یعنی بام نیستی؟ نه. خیلی خوب باشه، تنهایی میرم، ولی نمیدونم تش چی میشه. اگه رفتم تا تش و اشتباه بود و خدا پرسید چرا رفتی تا تش، میگم برو یقه بنده تو بگیر، یقه آقا فروتن و مربی رو. که نیومد، نیومد تا بفهم و منو وسط را برم گردونه. من از اولش میگم نه، از همین الان.
وقتی هنوز واردش نشدی چه میدونی آخرش چیه؟ باشه نیا. پنج روز؟ آره، از همین امروز هم دوره هم جمع شدن شاهرخ و رفقاش. خب اینا شرطشون سر چیه؟ ببین، آدم از کنجکاوی زیاد به صدآفرین نمیرسه، پشت دستی هم میخوره. به من و تو چه ربطی داره؟ بهتر دیگه همدیگه رو اینجا هم نبینیم. آدم های شاهرخ، گوشهاشون میفهمی که چی میخوام بهت بگم. این شالوغ چجور حیوانی که تو اینقدر ازش میترسی؟ خلاف ملافه؟ خلاف؟ اگر هم میگم دیگه همدیگر رو اینجا نبینیم به خاطر اینه که کارمون گیر پولشه. خانم صد بار بهت نگفتم بدون هماهنگی نیا بالا. یکی از بچه های پیکمون توی خیابون پنجم تصادف کرده خانم، سفارش پیتزا مخصوص هم داده بودن. یه دقیقه بشین منو برمیگرد. کجا میری؟ هیچ جه بابا بر میگردم الان. منم میام. واسه چی بیای؟ واسه چی نیام؟ خیلی خوب پس سوک باش. سلام. سلام. اینجوری که بدتر شد. لاغل اگه بود دورش رو میگرفتیم باهاش حرف میزدیم، حالا از کجا پیداش کنیم؟ اگه تو هم جای من بودی و اشکای فایز رو میدیدی. گریه که همیشه هست مامان من، ما زنها هم قهاریم تو آبگوره گرفتن. میدونم اتفاق خوبی نیفتاده، ولی رسول دیگه مرد شده، از خونه بیرونش میکنی؟ باید برسه دست مشتری یا نه؟ بریم بودو. مگه این موتوری تو نیست؟ حرف گوش کن رسول، برو خودم میرونم. چرا نمیای جلو؟ اومدیم اینجا؟ گفتم نیا که خودت اومدی. ببینم تو چی رو برداشتی؟ پیتزا رو؟ چه تعهدی هم داری به مشتریت؟ خودت پیتزا رو میبری بهشون میرسونی؟ احمق چی کار میکنی؟ میخوام بدونم تو این جعبه چیه؟ خواهش میکنم رسول، تو رو خدا به اون دست نزن!